درست کردن آرشیو مطبوعات آقای صنابادی راحت نیست. گفتن کلمه آرشیو بین مردم بیشتر ذهنشون رو به اسناد متبادر میکنه تا مطبوعات. شاید خیلی از مردم در جریان نباشن که ما یکی از بزرگترین آرشیوهای مطبوعات کشور رو در کتابخانه آستان قدس داریم که در طول سالها زحمت به دست اومده. آقای حافظی که در خدمتشون هستیم مسئول اداره مطبوعات هستن که اینجا برای ما توضیح میدن چند تا بخش دارن، تعداد نیروهاشون و برنامه هایی که برای این آرشیو دارن. سلام جناب حافظی، خوشحالم از زیارتتون و عذرخواهی میکنم که مزاحمت ایجاد شد براتون، لذا باز هم از معذرتون عذر میخوام. دقایقی در خدمتتون هستیم به خاطری که فعالیت بسیار زیاد شما نیاز هست به شرح و تفصیل. برای شروع صحبت هامون زحمت بکشیم که بنده آشنا بشم با اداره تحت فرمان شما. یه تاریخچه مختصری از شکلگیری آرشیو مطبوعات رو بفرمایید. تاریخچه آرشیو مطبوعات با شروع روزنامه نگاری ایران شکل گرفته. سال 1267 قمری اولین روزنامه ایران به نام وقایع اتفاقیه تأسیس میشه. شاید از همون زمانی که ما نسخه هایی از روزنامه های ایران به کتابخانه آستان قدس رضوی میرسه. خب چون سابقه کتابخانه آستان قدس یه سابقه چند صد سال است، طبعا برای خیلی از ناشرین آشنا بوده و نسخه هاشون رو ارسال میکرد. ولی چیزی که به صورت رسمی ما در آرشیو مطبوعات میتونیم ازش یاد بکنیم به عنوان تاریخچه، روزنامه وقایع اتفاقیه است که سال 1334 توسط اشرف السلطنه وقف کتابخانه آستان قدس میشه. و خب ما اولین سندی که به عنوان وقف و اهدا داریم از نشریات 1334 قمریه. بعد از اون خب افراد دیگه‌ای بودن که خب اشرف السلطنه خودش یکی از واقفان عمده کتابخانه آستان قدس و خیلی از نشریات و اون زمان دوره قاجار رو به خصوص اهدا کرده به کتابخانه آستان قدس. بعد از ایشون میرزا رضا خان نائینی که هم یک ناشر مطبوعاتی بوده، خودش یک روزنامه مهم دوره مشروطه به نام روزنامه تئاتر رو چاپ کرده و خیلی از روزنامه های دوره قاجار و دوره مشروطه رو ایشون وقف کتابخانه آستان قدس کرده. بعد از ایشون خب افراد دیگه مثل آقای اکتایی که ریاست وقت کتابخونه بودن در دوره پهلوی، خیلی از نشریات رو با توجه به جایگاهی که داشتن دریافت کردن. یکی از واقفان عمده نشریات کتابخونه ایشون هم و سید جلال الدین تهرانی که تولیت آستان آسی دوره بودن، یه سری از منابع هم توسط ایشون اهدا شده به مجموعه. و خب این روند باعث شد که سال 1359 که ساختار سازمانی در کتابخونه تجدید نظر شده بود، بخش آرشیو مطبوعات رو به عنوان یک بخش مستقل دیده بشه و زمینه تأسیسش رو ایجاد بشه. و با حدود 300 عنوان نشریه‌ای که حالا در مخازن چاپی و چاپ سنگی قرار داشتن در کنار کتاب ها تا اون زمان خدمات داده می شدن، منتقل شدن به یک بخش مستقل و تمام این نشریات از اونجا کلید خورد که خب به عنوان یک بخش
تقویت بشه و بتونیم یه آرشیو کاملی رو داشته باشیم. چه سالی؟ سال 1359. 59. بله. تو اون بحبوحه انقلاب و آره، اینها خیلی جاها شاید راکت بودن، کتابخونه آستان نقص خب یه ساختار جدیدی رو ایجاد کرد، بخصوص تو زمینه آرشیو مطبوعات و اسناد، حتی که خب اول شاید آرشیو مطبوعات قبل از اسناد یه جورای شکل گرفت و مطبوعات از قسمت‌های مختلف کتابخونه تفکیک شد و کنار هم قرار گرفتن، که چیزی که در اومد حدود 300 عنوان نشریه بود به همه مربوط به قبل از انقلاب اسلام. این روند خب سبب شد که سال 1368 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای رو به تصویب اعضاش برسونه که کلیه ناشرین ایرانی که منبع اطلاعاتی منتشر میکنن و نشریات هم یکی از اوناست، به تعدادی از کتابخونه های بزرگ ایران اهدا کنه و به صورت واسپاری که برای همیشه ماندگار بمونه. کتابخونه آستان نقص هم خب با توجه به جایگاه و وابستگی که به مجموعه ملکوتی حضرت سامان الاجج داشت، جز این قاعده قرار گرفت و شاید تنها کتابخونه ای بود که در خارج از تهران به این مصوبه شورای عالی پیوست. خب از اونجا روند جذب مجموعه و گسترش مجموعه خب شدت بیشتری گرفت. خیلی از مطبوعات دیگه توسط ناشران به صورت اهدایی ارسال میشد برای مجموعه، به صورتی که خب طی سالهایی که الان از تصویب این قانون گذشته و اجرا شده، خب خیلی از ناشرها این همکاری رو با ما داشتن و منابع به صورت منظم ارسال شده. ما الان بالغ بر 32,000 عنوان نشریه رو تونستیم خب با همکاری ناشران، مجموعه داران جذب کنیم. به جرأت میتونیم بگیم یکی از بزرگترین مجموعه های مطبوعاتی ایران رو تشکیل دادیم. یکی جزء ما ادعامون اینه که جزء دو کتابخونه اول ایرانیم، بعد از کتابخونه ملی جزء کتابخونه های اول ایرانیم که توی زمینه مطبوعات تونستیم یه مجموعه خوبی رو جمع‌آوری کنیم و خدمات بده. خب با این زحمتی که کشیده شد و ادعی با نیت خوب، حالا یا فرهنگی یا وصل به حضرت رضا علیه السلام، این مطبوعات رو میدن. خب یک جایی ظاهراً انباشته شده تا سال 59 شما فرمودین که اتفاق خوبی در کتابخونه آستان نقص میفته و انگار راه میفته، چرخ حرکت فعالیت سازمان کتابخونه که اون موقع کتابخونه مرکزی بود. اما هدف از تأسیس آرشیو مطبوعات چیه؟ یه عده زحمتی کشیدن، انبوهی از مطبوعات جمع‌آوری شده، یه متولی اومده تصمیمی گرفته، میدونید هدفش چی بوده و الان کاربرش چیه؟ هدف حقیقتش خب از همون قدیم بالاخره خیلی از قسمت‌های کتابخونه منابع رو حالا چه ناشر چه مجموعه داران وقف و اهدا کردن با توجه به اون اعتقاد قلبی که به این مجموعه داشتن و ضمن اینکه خب اینجوری اعتماد داشتن که منابع اینجا حفظ میشه، برای همیشه ماندگار میشه، بنابراین روی این اعتماد خیلی ها اهدا کردن منابع رو. و خب ابتدای مطبوعات هم گردآوری شد بیشتر با هدف اینکه بتونن به محققینی که دنبال اطلاعات از مطبوعات هستن بتونن خدماتی به اینا بدن. بعدن خب با توجه به جایگاهی که کتابخونه آستان نقص در بین کتابخونه‌های ایران و آرشیوها پیدا کرد، خب نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی را مجاب کرد که خب بیاد حمایت کنه کتابخونه آستان نقص رو با توجه به جایگاهش و منابع رو ارسال کنه برای این مجموعه که بتونه برای همیشه حفظ بکنه. بالاخره اینا اسناد زنده ای بودن، از بخصوص روزنامه های ما و خیلی از مجلات اسنادی ان که ادوار مختلف تاریخی گردآوری شدن و خیلی از اطلاعات اینا در منابع دیگه یافت نمیشد و
جاهایی باید می بودن به عنوان متولی اینا رو حفظ کنن که نسل به نسل بچرخه و بتونن در اختیار آیندگان قرار بدن. و این سیاست کتابخانه آستان قدس هم در بر گرفت و خوشبختانه حمایت خیلی خوبی شد. اینا اومد، حتی محققین ما در ادوار مختلف هستن که منابعی رو دنبالش میگردن، از تهران و حتی مثلا از جنوب کشور، از شمال کشور بلند میشن میان اینجا مورد استفاده قرار میگه. چون آرشیو های خیلی غنی در سراسر ایران نیست که تمام منابع رو داشته باشه، با توجه به میگم مجموعه و اون اهمیتی که داشته خوشبختانه اینجا افتاده و خیلی از محققین از سراسر ایران میان اینجا این منابع رو استفاده میکنه. برداشت من از صحبتاتون این بود که نشریاتی که ما گردآوری کردیم یک هدفش بحث محقق و مراجع کننده است. یه هدف دیگهش گفتین باید این اسناد و این منابعی که بالاخره یه جور شناسنامه تاریخ ایران هست باید یک جایی حفظ کنه، متولیانی باید برش باشه. خب در فکر کنم در همه کشورهای جهان متولی اصلی نگهداری منابع مکتوب که فرهنگ اون کشور رو در واقع ضبط میکنه کتابخانه ملیه. شما وضعیت آرشیوتون نسبت به کتابخانه ملی چطوریه؟ با هم موازی کاری نمیشه یا با هم دیگه همکاری دارید؟ نسخه های کسری اونها، نسخه های کسری شما، چطوری با هم کار میکنید؟ بحث موازی کاری نیست. آرشیو و کلن گردآوری منابع بالاخره کتابخانه ملی یه سیاستی داره به عنوان آرشیو اصلی و حافظ اصلی منابع مکتوب و غیر مکتوب، کل منابع رو گردآوری کنیم. اون وظیفه اصلیش یه جورایی شاید محسوب میشه. ما به عنوان پشتوانه برای کتابخانه ملی محسوب میشیم. برای همین ناچاریم، یعنی اولا که خب کتابخانه ملی در یک شهر و جایگاهی قرار داره که خیلی ها دسترسی بهش ندارن و با توجه به گستردگی منابعی که داره شاید خدمات خیلی به همه محققان میسر نباشه. باید یه آرشیو ها کتابخانه ای در کنار کتابخانه ملی به عنوان پشتوانه و کمک وجود داشته باشن تا هم حفظ کنن این منابع را، هم بتونن تسهیل کنن خدمات. و ما یکی از اون مراکزیم که داریم به عنوان پشتوانه کتابخانه ملی این منابع رو گردآوری میکنیم، هم با دیدگاه آرشیوی و هم دیدگاه خدماتی. هم بار رو میخوام از روی دوش کتابخانه ملی برداریم یه جوره، و هم از اون طرف برای حفظش ما بیشتر در صددیم. یعنی این منابع بالاخره منتشر میشه و کتابخانه ملی خدای نکرده اگه بخواد اتفاقی براش بیفته خب باید یه پشتوانه باشه. ما به عنوان یه مرکزی که از پایتخت داریم در کنار کتابخانه ملی هم میخوایم آرشیو غنی باشیم و هم بتونیم خدمات رو تسهیل کنیم که دیگه نیاز به مراجعه همه محققین به کتابخانه ملی نباشه. یه واژه ای رو چند بار استفاده کردیم، فرمودین جایگاه، جایگاه آرشیو مطبوعات. این که شما میفرمایید جایگاه آرشیو مطبوعات، میگه ما در سطح ملی جایگاهمون چیه؟ چه جایگاهی رو احراز کردیم که الان مورد توجه هستیم؟ جایگاه کتابخانه آستان قدس خب یک کتابخانه، اولا لحاظ قدمت تاریخی یک کتابخانه با سابقه است که همگان هم ازش اطلاع دارن. خب با توجه به همین منابع مختلفی توی این مجموعه گردآوری شده. تو زمینه مطبوعات هم همین اتفاق افتاده. ما از قدیمی‌ترین روزنامه‌ای که توی ایران منتشر شده تا الان تونستیم همه این منابع رو گردآوری کنیم و جمع‌آوری کنیم. خب این به واسطه اعتمادی که ناشرین به ما دارن در سطح کشور و مرتب ارسال میکنن و خیلی از مجموعه داران دارن با ما این همکاری ها رو دارن. خب در کنار این جایگاه ما تونستیم خب به واسطه این اهمیتی که داشتیم یه مجموعه خیلی کاملی، ما میگیم الان کاملترین آرشیو مطبوعات ایران رو در اختیار داریم، ما میگیم الان بزرگترین آرشیو نشریات دانشجویی ایران رو در اختیار داریم. کاریه که خب خیلی از آرشیوها
این کار رو انجام ندادن، یعنی نشریات دانشجویی به عنوان یک منابع اطلاعاتی مهم که دانشجویان متولی انتشارش بودن مقفول موندن و ما خوشبختانه تونستیم توی چند سال اخیر اینا رو جذب کنیم، دور هم کنار هم بذاریم. خب یه مجموعه نزدیک به 10,000 عنوان نشریه دانشجویی رو کنار هم قرار بدیم. ما میگیم کامل ترین آرشیو مطبوعاتی از مطبوعات چاپ شده خراسان رو در اختیار داریم که خیلی از آرشیو ها شاید این کار رو نکرده باشن. و در کنار این خوب 4,000 نشریه نفیس تو این مجموعه قرار داره که خود به خود تاریخ این مملکت و اهمیت بسیار زیادی برخورداره. راجع به جایگاه یه توضیح دیگه باید بدم، این که خب ما از 31 استان کشور تمام اینها ما نشریاتی در این مجموعه داریم که خب پاسخگوییم به تمام محققینی که از شهرهای مختلف به این کتابخونه مراجعه دارن. و ضمن اینکه خب دو تا مجموعه بزرگ مطبوعاتی از بزرگترین صاحب نظرهای مطبوعاتی ایران، آقای سید فرید قاسمی و مرحوم محمد گلبن در مجموعه ما قرار داره که خب اینا خودش هم به غنای مجموعه ما کمک کرده و هم اهمیت مجموعه رو بالا برده. ممنونتون. من میخوام وارد به جزئیات بشم، چیزی به ذهن شما میرسه؟ من یک سوالی بکنم، شاید یک ابهامی به وجود اومده باشه برای کسانی که دارن این برنامه رو میبینن. شما صحبت کردین از نشریات دانشجویی، از نشریات نفیس و قدیمی، از نشریات استانها. سیاست مجموعه سازی چیه؟ یعنی شما هر آنچه که در قالب نشریه بگنجه رو جمع میکنید؟ هر چیزی که در قالب نشریه بگنجه طبعا وظیفه مونه. ما چون سیاستی که یه زمانی ابلاغ شده به خصوص با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، خب موظفه به گردآوری تمام آنچه که به عنوان نشریه ادواری منتشر میشده بودیم و تا الان این سیاست حفظ شده. ما در این مدت خب خیلی از منابع رو به صورت چاپی نشریات رو گردآوری میکردیم، شامل نشریات دانشجویی، نشریات تجربی، نشریات تخصصی، نشریات قدیمی فرقی نمیکرد. هر آنچه به عنوان نشریه ادواری منتشر شده ما سعی کردیم شناسایی کنیم و جذبش کنیم. خب با تا الان این سیاست رو داشتیم. الان خب سیاست کلن آرشیو سازی و یا سیاست انتشار مطبوعات داره میره به سمت دیجیتال سازی. خیلی از نشریات تخصصی دارن دیجیتال میشن و ما هم ناچاریم یه بازنگری بعضی از سیاست ها داشته باشیم. شاید بیشتر از اون چیزی که بخوایم به فکر فراهم‌آوری نسخه های چاپی باشیم، باید سیاست دیجیتال سازیمون هم تقویت کنیم و در همزمان و همردف با نسخه های چاپی بتونیم نسخه های دیجیتال هم انشاءالله تکمیلش کنیم. بفرمایید که مصوبات شورای فرهنگی انقلاب اسلامی لازم الاجراست یا اختیاریه؟ اختیاریه یه جورایی. حالا اون زمانی که ابلاغ شده به صورت یه مصوبه اصلی که حتی تایید مجلس هم رسیده و خب لازم الاجرا بوده، ولی خب با توجه به اتفاقاتی که طی این 30 سال افتاده طبعا یه دوره های خیلی از ناشرین نمیتونستن، به خصوص که ناشرین بخش خصوصی هن و خودشون ملزم نمیدونن که حتما این مصوبات رو اجرا کنن. بنابراین یه جورای اختیاریه، ولی با اون که اختیاریه خوشبختانه خیلی از ناشرین این همکاری رو با ما داشتن. ما تونستیم نزدیک به 70-75% نشریات رو طی این چند سال به صورت اهدایی و واسپاری دریافت کنیم. بله، شما برای مدیریت مجموعتون چند تا بخش و اداره و واحد و اینها دیدید؟ اداره مطبوعات از دو بخش تشکیل شده، بخش فراماوری و سازماندهی و بخش تالارها، مخازن و کتابخانه تخصصی که خب بخش دوم و خود آقای سلیمانی رئیس بخشش هستن و زیر مجموعه ایشون حساب میشه. من یک صحبتی رو که شاید جا افتاد لازمه در انتها داشته باشم در زمینه پژوهش تو حوزه مطبوعات.
و ما خوب یکی با جرأت میتونم بگم یکی از آرشیو های مطبوعاتی مهم ایران هستیم که در زمینه پژوهش مطبوعات هم خوب گام های خوبی برداشتیم. تا این چند سالی که از تأسیس آرشیو گذشته بیش از 14-15 عنوان کتاب در این حوزه منتشر شده، چند طرح پژوهشی انجام شده، کارشناسای ما شاید ده‌ها مقاله مطبوعاتی منتشر کردن، کتاب‌هایی که منتشر شده از کتاب‌های مهم، از فهرست‌های مهم مطبوعاتی ایران محسوب میشه و این از نکاتیه که حتما باید در معرفی مجموعه بهش توجه داشته باشه. من صحبت خاصی ندارم جناب سلیمانی، اگر اجازه بدین من اون چیزی که متوجه شدم عرض کنم خدمتتون، اگر جایی نیاز به توضیح هست برای شفاف سازی مطلب بفرمایید. منتظریم تا شما مثل همیشه جنبندی قشنگتون رو بفرمایید. برای ساماندهی و ارائه خدمات خوب به پژوهشگر، آرشیو کردن منابع لازمه، یعنی با توجه به نرم افزار سیمرغ که در سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد هست، بر این مبنا باید منابعشون رو سورت کنن، آرشیو کنن، تا اینکه در کمترین زمان همونطوری که الان اتفاق میفته پژوهشگر به منبعش برسه. امروز در آستان قدس با توجه به حجم عظیم مطبوعات آرشیو بسیار منظمی وجود داره، حتی اگر شما صفحه‌ای رو بخواید از هر مطبوعاتی از هر نشریه‌ای قابل ارائه است. این آرشیو کردن برای رسیدن به اهداف پژوهشگر است. بسیار عالی و کاملا درست. من متوجه شدم. خواهش میکنم. بهار آور ای سرو تماشایی، معمار خراسانی در ساحت رویایی، ای گنبد نیلوفر ای تاج زمان بر سر، آینه ی خورشیدی از شدت زیبایی، ای آیه ی آرامش گم گشته ی تردیدی، ای روزنه ی خواهش دل بسته ی خورشیدی، زین
دایره مینا، خونین جگرم میده زین دایره مینا، خونین جگرم میده. تا حل کنم این مشکل در ساغر مینا.